نون همبرگر رو از وسط دو نیم میکنی. سس هم که مخلوط از سس خرده، سس قرمز و سس مایونزه. کاملا به کف نونمون میزنیم، تمام قسمت های نون سس میزنیم، تمام قسمت هاشو. خب حالا کاهو، یعنی اینجا گوجه حلقه نازک، پیازم همینطور، خیارشورا، و سعی کنی از مغز کاهو استفاده کنی. پس ابتدا کاهو، بعد چیکن کوچولو فشار میدم، حالا پیازای حلقه شده فوق العاده خوشمزه میکنه. یعنی به همین نازکی باشه پیازتون، مقدارش هم سلیقه‌ایه، میتونی حذفم کنی ولی خب خیلی خوشمزه میشه. گوجه‌ی حلقه‌ای و در نهایت خیارشور. و حالا روی نونو میذارم، یه فشار میدم. سلام، مجددا با کانال آموزش آشپزی امریکتی مهمون خونه شما شدم. امروز فست فود خیلی خوشمزه میخوام بهتون آموزش بدم و اون چیزی جز چیکن برگر. توجه کردم چند تا غذای آخر که آموزش دادم چقدر باب دل بچه هاست. بچه هم که خیلی فست فود دوست دارن، پس چه بهتر تو خونه براشون سالم تر، بهداشتی تر و مقرون به صرف تر درست کنم. ماهی یکی دو بار بد نیست برای بچه ها، چون بچه ها بزرگ ساله همه فست فود دوست دارن. تو خونه درست کنیم میبینیم چقدر هم خوشمزه تر میشه، هم خیالمون جمعه که توی بعضی از شرایط میتونیم غذای سالم به افراد خانوادم رو بدیم. پس وقتتون نمیگیرم، بریم بعد از معرفی مواد اولیه کار آموزش امروز رو با هم دیگه شروع. مواد لازم برای چیکن برگرمون، ببینید دوستان، بهتره برای چیکن برگر از سینه مرغ استفاده کنیم یا فیله مرغ. من اینجا نیم کیلو از سینه مرغ استفاده کنم، ولی قبل از اینکه مراحل آموزش رو شروع کنم کاملا تمام سینه مرغ رو حالت فیله میکنم، هیچ استخونی نداشته باشه. ادویه هم یه قاشق مربخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل، اگر بخواید تند باشه بیشتر میتونید بریزید، نصف قاشق چایخوری پودر پاپریکا، یه قاشق مربخوری نمک و نوک قاشق چایخوری پودر زنجبیل. پودر زنجبیل فوق العاده اون بوی تخم مرغ رو خوب میگیره. یه عدد تخم مرغ، دو قاشق غذاخوری سرپر پودر سوخاری، و من یه قاشق پودر سوخاری استفاده کردم و یه قاشق هم از خمیر خوش شده داخل باگت. پیاز یه عدد درشت یا دو عدد متوسط، سیر خشک دو تا درشت، ولی من چون درشت نبود 4 حبه ریز استفاده کردم. 4 عدد پنیر گودال، یه قاشق مربخوری سس خرده. اینا شو مواد اولیه چیکن برگره. حالا بعد از که چیکن برگر آماده شد، ما میخوایم داخل نون بذاریم با اینا مزه، یعنی مزایای کنار چیکن برگر که داخل نون باگت میچینیم. این نون همبرگره من یه دونه بزرگ و یه دونه کوچیک استفاده کردم. کاهو، گوجه دو عدد، خیارشور 4 عدد، پیازم یه دونه کوچیک که این پیاز کاملا باید حلقه یه باریک خورد بشه. و سوسی که برای داخل نونمون استفاده میکنیم ترکیبی از سس قرمز، سس خردل و سس مایونز. خب من میرم اولی مرحله سینای مرغ رو کاملا فیله میکنم، مجددا برمیگردم. بعد از اینکه پیازا رو رنده کردم و کاملا آبش رو گرفتم، سیر رو هم رنده میکنیم. 4 حبه سیر داشتم. خب سیرم رنده. حالا مرغا رو کاملا گفتم باید فیله بشه، چون که مرغا رو داخل غذاساز می‌ریزیم یا با چرخ گوشت، به هیچ وجه نباید استخون داخلش بمونه. ببینید دوستان، هم میتونید مرغا رو شما داخل از اساس بریزین، هم میتونید چرخ گوش، هر کدوم که در دست رسه. من از غذاساز استفاده میکنم، بیزم که کارم ریز میکنم که داخل غذاساز راحت مخلوط بشه. تمام سینای مرغ، من حدود 500 گرم سینه مرغ داشتم، هیچ قزروفی داخل سینه مرغا نمونه. حواستون باشه قزروف نداشته باشه، چون میدونی سینه مرغ قزروفای نازکی داره. مرغ رو داخل دستگاه غذاساز کاملا میکس کردم، گفتم اگه چرخ گوشتم در دسترس داشته باشه میتونه چرخم کنم. پیازی که رنده کردم و کاملا آبش رو گرفتم و سیرایی که سیرای خشک رنده کردم هم اضافه میکنم و
مجدداً با دستگاه همزن میزنم تا کاملا یه مخلوط یه دستی بشه. یه عدد تخم مرغ اضافه کردم، ادویه هم اضافه، پودر سوخاری و پودر خشک شده داخل باگت هم اضافه کردم. یه حدود 1 تا 2 دقیقه با همزن میزن تا کاملا مواد یکسان بشه و یک دست بشه. ولی بعد از اون داخل یه ظرف میزنم، 5 دقیقه وزن میدم. چیکن برگر رو دونه دونه قالب میزنم. ببینید دوستان، اگر از اون قالب های همبرگر زن در دسترس داشتین که از اون استفاده کن، اگر نه که آشپزی سخت نگیری. این درای ماست هست که یه ذره تقریبا ارتفاعشون قطرشون زیاده، 1 سانت میشه. یه مشما فریزر بزنین روی قالب و با یه قاشق از موادتون داخلش بزنین روی مشما، چون یه ذره مرغ حالت چسبندگی داره. کمی انگشتاتون رو خیس کنین و کاملا مرغ مزه‌دار شده رو داخل قالب باز کنین. اگر قالب هم نداشتین یا حتی در ماستی چیزی هم نداشتین، مشکلی نیست، میتونین با خود با کمک از مشما فریزه چیکناتون رو آماده کنین. همین یه دونه من با مشما نشون میدم که ببینین، در صورت که جایی هستین و هیچ کدوم از اینا در دسترس نیست، با مشما راحت همبرگرات رو قالب بزنید. اگر فیله مرغتون یا سینه مرغتون تازه بود، شما میتونید بعد از اینکه قالب زدین تا 3 ماه داخل فریزر نگهداری کنید. به هیچ وجه مرغی که این چقدر قشنگ فرم گرفت، مرغی که از فریزر خارج کردین و چیکن درست کردین یا هر غذایی، دوباره داخل فریزر قرار ندید. حالا من یه دونم بدونه قالب نشون بدم، ولی سعی کنید با قالب، چون دیگه در ماست تو حد خونه ای هست، به اون شکل کاملا حالت کارخونه ای میشه و همه یه دست میشه. فقط باید 1 سانت باشه، کمتر از اون باشه، چون مرغ بافتش خیلی نرمه وا میره. خب کاملا گرد فرم میدیم. من بعد از اینکه همه چیکنا رو قالب زدم، نیم ساعت داخل فریزر قرار میدم. ببینین به همین راحتی، هیچ قالبی هم نبود، میتونی یه ذره با صبر و حوصله یک اندازه چیکناتون رو قالب بزنی به این شکل. تمام مواد چیکن برگرمون رو قالب زدم. اون نیم کیلو سینه مرغی که داشتم 4 عدد چیکن برگر شد. روی کاغذ روغنی میچینم و داخل فریزر میذارم. به این دلیل کاغذ روغنی که به هیچ وجه چیکنمون به سینی نچسبه و من خیلی راحت زمانی که میخوام سرخ کنم دونه دونه برگردونم داخل مایتابه که روغنش کاملا داغ شده. چیکنا نیم ساعت داخل فریزر بودن، داخل یه مایتابه روغن میریزم. روغنش هم خیلی زیاد نباشه. دونه دونه به این راحتی چیکنا رو داخل مایتابه میذارم تا سرخ شه. ببینید کاغذ استفاده میکنی راحت چیکنتون برمیگرده، اصلا نیازم نیست، دستتونم کثیف نمیشه. اون زمانی که من تمام مواد و ادویه رو ریختم داخل غذا ساز، اون یه قاشق مربا خوری سس خردل رو اون زمان من اضافه کردم، اون تو فراموش کردم. حتما زمانی که ادویه رو ریختی اون یه قاشق خردل هم میتونه اضافه کن، سس خردل رو. من همه چیکن رو میچینم، حرارت کم، با حرارت بالا نه، حدود 10 دقیقه. یه طرف چیکن رو میذارم سرخ رو به چیکن روی حرارته. من چون تو روغن کم این چیکن رو دارم سرخ میکنم و توی روغن قوطه بر نیستن، بعد از که چیکن رو داخل مایتابه چیدم، در مایتابه رو گذاشتم. حالا برگردوندم، اینم یک کوچولو دیگه کار داره. بعد از اینکه برگردم 10 دقیقه گذشت، میام پنیرا رو روی چیکن رو دونه دونه میچینم. خیلی خوشمزه میکنه این غذا رو. دوست میتونین در سبت دوست نداشین پنیر هم استفاده نکن. بعد از این پنیر رو روی چیکن رو چیدم، در مایتابه رو حتما بذارین، در مایتابه رو بذارین کاملا تمام پنیر رو آب میشه. بعد از 10 دقیقه دیگه چیکن رو آماده است. اینم از آخرین مرحله آموزش امروز ما. البته من وقتی که دارم لایه نون ساندویچ میچینم، اون مرحلهش هم آموزش میدم بهتون.
با هم دیگه امروز فاست و خوشمزه چیکن برگر درست کردیم. دیدین چقدر راحت و آسون بود؟ حتما یک بارم شده این چیکن برگر رو تو خونه درست کنید و امتحان کنید. امیدوارم آموزش امروز هم مورد پسندتون واقع بشه. این چیکن برگر خوشمزه رو درست کنید و کنار اعضای خانواده میل کنید و لذتش ببرید. لطف کنید کانال آموزش آشپزی امریکتی هم اشتراک گذاری کنید و به دوستانتون معرفی کنید. تا یه آموزش بعد همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.